جاده های کابل، کودکان سرگردان سرگرم کاری هستند که بسیاری ها از نزدیک شدن به آن دوری می کنند. بوی گندیده و ناپاکی زباله ها برایشان مهم نیست. ناگزیر جستجو کنند تا زباله های مورد نظرشان را پیدا کنند. مکتب نمی خوانیم، مجبوری است. اش بجا می آیم در این کار، یکونیم بجا می ریم خانه. بوتل موتلش جمع می کنیم می پروشیم. عمر 12 سال دارد و روزانه با دو برادر کوچکش با آینده ناروشن همین گونه کار می کند. بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر 1,200,000 کودک سرگرم کارهای دشوار هستند. 1,900,000 کودک دیگر در این کشور کار عادی می کنند و در کل بیشتر از 3,000,000 کودک در معرض خطر قرار دارند. 3.5 میلیون کودک در افغانستان از مکتب رفتن باز ماندند و بیشتر از 9 میلیون دیگر مکتب می روند. با این حال کودکان در افغانستان با دشواری های فراوانی روبرو هستند. گلسوم دختر است که هم در آشیانه آموزش می بیند و هم از میان زباله ها پلاستیک گردآوری می کند. تنها نانآور خانواده است و 12 سال عمر دارد. یک ماستیم بیادریم ما پلاستیک جمع کنیم دیگه کس نیز خانیم. همین آر تک چند آینه جمع می کنیم در بوجه بازی ما می پروشیم. باز پیسه یک چند روپا جمع کردیم بر مادر می تیم. باز مادر باز ما آرت می گیریم. دمی آرت می گیریم باز پلاستیک ما جمع می کنیم. میر پخته می کنیم. ازدواج زیر سن و استفاده جنسی کودکان از پدیده های دیگری هستند که نگرانی ها را در افغانستان افزایش دادند. اینجا با تجلیل از روز جهانی کودک کمپاین مبارزه در برابر این پدیده ها را آغاز کردند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.